بنام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده عزیز. امیدوارم که سالم و تندرست باشین. خوش آمدیم به سلسله گزارش های ویژه ما به مناسبت ماه مبارک رمضان. خدا کنه که روزه رو به خیر سپری کرده باشیم تا این دم. امروز آمدیم به ساحه گنج هرات که از شهر یک مقدار فاصله داره، راه دورتریه، که در اینجی در واقع کشتارگاهی که گوسفند و مواشیر میکشم و قصابیای او توزیع میکنم گوشتر در سطح شهر هرات. و در این ساحه میایم بیشتر هم کلام میشیم با قصابی ها، با دکان ها و از وضعیت و کاروبار میپرسیم که چیگونه. سلام، خوبین؟ بخیری؟ سلام علیکم. شما خوب هستین؟ حالتان خوب است؟ سلامت باشین، زنده باشین. نام شما؟ انجینر صدیقی، کارمند اسبق اصلاحات اداری است. بسیار خوب. انجینر صاحب، اینجی چرا اومدین؟ والا عرض کردم خدمتتان به خاطر از اینکه ما روزه بود، گفتم روز بیه کمی گوشت و کمی کچالو و سیب زمینی بیام آمده بگیریم دیگه، با گنج آمده تا ببینیم گوشت ها و چه نرخ است و چه قیمت است. چی رقم بوده؟ والا نظر به امروز که ما یک نفر از طرف روباسنگی به سلام ما شما آمده بود، از او پرسان کرده گو گوسفند هفته نیم هزار گو به 3000 سینی مزار شده. اینجا گوش قیمت کرد نظر به بازار داخل شهر کرده قیمتاشون بهترتر است. تقریبا اینجا به ما پیشتر 300 در به گوشت گساله خریده و 350 روپی هم این برادر ها گوشت میده انشالله. درسته. پیام ماه مبارک رمضان به نظر شما چیه؟ برای کسب کار، برای تجار، برای هر کس که در هر موقفیه. در ماه رمضان ما متاسفانه ببینیم قاعده در کشور ما برعکس میشه، عوضی ارزونیش گرونی بیشتر میشه. بسیار تشکر، سوال خیلی خوب کردید. این ضرور نیست که ما برای مردم خوب بگید، برای کسب و کار خوب بگید، برای خود زنا بگید. باید اونا ماه مبارک رمضان در نظر داشته باشه. ماه مبارک است، ماه پیام، ماه قرآن، نزول قرآن شریف است. باید خود زنا حداقل ببینه که ملت هم چیز ندارن، در حالت فقر، در حالت جنگ، در حالت چیز، حداقل 10% استفاده بخوره ما خیلی خوشحال میشیم. در حالی که سعی میکنی که یک جز در روز جلوتر داخل بازار سعی میکردی یک خورما، مثال من امروز خورما سوند در روز جلوتر کیلوی 75 روپیه، امروز کیلوی 85 روپیه. یک ذره به خدا بیه ببینه خدای تعالی چی حالت داره این کشتار این چیزا. امیدوارم خدای تعالی در هفته پیش روز یک سل سر تا سری بیه، خدای تعالی یک باران رحمت خور بده، باران بده که چیزا بده چیز میشه. تشکر صدیقی سه، بسیار تشکر از من، روزه خوبی داشتم. تشکر، خیلی خوش شدم از صحبت های دانستانده باشم. تشکر، بخیر باشه. قصابی است و اینجا کله پاچه و هر چیز می‌بینیم موجوده. سلام، خوبین؟ زنده نباشیم. خوب سلامت باشیم، زنده باشیم. ماه مبارک رمضان به شما تبریک میگم. همچنان ما به شما تبریک میگم. ماه مبارک. معرفی بکنید. فضل‌نعمت القصابی که باشندگان ولایت ایران. این منطقه رو به نام چی میگم فضل‌نعمت جان؟ به نام گنج کونه شال بافان. گنج کونه بله. شال بافان. چند دکان قصابی و سلخی هست اینجا؟ حدوداً 50 تا 40 50 تا هست. درسته. ما روزه باز بیتر میشه کاروبار؟ دیگه بیتر میشد که مثلا اگر جلو همی بله کاروبار بیتر میشد، ولی به خاطر که گوشت گرونه به دلیل همینه که مثلا قاچاق میشه گوسفند. گوسفند مثلا گوشت برای شیری قاچاق میشه و به همین دلیل گوشت بالا کمه. به کجا قاچاق میشه؟ دیگه معلوم نیه، به پاکستان میره، ایران میره، به کجا میره معلوم نیه. فعلا کیلوشند گوشت گوسفند؟ گوشت بزغاله فعلا به 400 برای به 370 برای شیری مثال بله. درسته. گوساله به چنده؟ گوساله 320. تشکر از شما. ممنون شما. خب بیایم که کمی قدم بزنیم. اینجا بازار گنج کونه و قصابی و در واقع سلاخی ها زیاد هست. یک موردی که وجود داره بیننده عزیز، متاسفانه وضعیت صحیح هیچی خوب نیه، یعنی فاجعه هست. بسیار بی نظمه که نیاز جدی به توجه داره که باید در منطقه توجه بیشتر صورت بگیره تا اینکه سطح بهداشت و تمیزی و پاکی بیشتر بشه که مردم بتونن به نظم بهتری استفاده کنن. آمدیم به یک دیگر از قصابی ها که گوشتای خوشمزه اینجا معلوم میشه. سلام لالا، خوبین؟ لالا خودم مصاحبه نمی کنه؟ مشکل نداره، مصاحبه نمی کنم بعضی از دوستا و تو بیشتر میریم تا ببینیم که قصابی ها دیگه چی رو نمه. خلیفه جان سلام، مونده نباشیم، خوبین؟ سلامت بشیم. اسم شما چیه؟ ملک شاه قصاب. ملک شاه، چند سال میشه خلیفه اینجا قصابی داره؟ 5 سال میشه. چگونه وضعیت گوشت و بازار یا در ماه مبارک رمضان ارزان تر شده یا گران تر؟ مال گران است، مال بالاتر دیگه میره. کابل میمنه ای طرف میره، مال گران است. باز قصابان به توان، همه قصابان به توان. درسته. امروز شما روز چند کیلو گوشت میفروشید؟ مختلف است، بعضی
زیادتر بعضی روز کمتر، اما تا امروز خوب است. باز میخره، باز پایده نداره، باز مال گران است، پایده نداره، به قصابان پایده نداره. یکی هم خشکسالی شد امسال، خب خیلی ها میگفتند که باید ارزون تر میشه. ما هم امو فکر مردم میکرد، باز مال میره به ولایت ها دیگه، میره به کابل، میره به میمنه ای بری، بعد مال به گنج خیلی گران، قصابان پایده نداره. چقدر مهمه که بهداشت و تمیزی هم میگی رعایت کنه؟ باز میتونه هر دکانه مراجعه کنه خودشون، هر دکانه برن مراجعه کنه. منظورم در کل بود، خیلی مهمه. آه بهتر است. آه چرا؟ خیلی در ماه مبارک رمضان ما مسلمانیم، چقدر نیازه که انصاف داشته باشه؟ آه باید هر شخص انصاف داشته باشه، هر کسی انصاف داشته باشه، باید هر کسی چی قصابی، هر کسی باید انصاف داشته باشه. بسیار عالی، تشکر از شما. میره بانه سایی خلیفه جان، خوبه؟ مونده نباشه. اسم شما چیه؟ نور احمده. نور احمد، از کجایی؟ از میمنه. از میمنه. چند سال میشه بیراد کار میکنه؟ تقریبا 11 سال میشه. 11 سال. به می گنج دکان داری؟ به گنج 4 سال میشه. 4 سال. خوبه کاروبار اینجی؟ خوبه، روزگار ما میچله. بله. ماه مبارک رمضان و عید قربان فکر کنم باز کار شما بیتر میشه. او طور نیست که بر ما هیچ حالت فرق نمیکنه، چه رمضان باشه، همه دو حالت میشه که بیشتر گرانی میشه، ارزونی نمیشه. چرا علت هم؟ علت اینه که عید قربان هم باشه گوسالار با کابل میکشه، عید رمضان هم باشه با کابل میکشه، یعنی مالی که ما میخریم از ما 10000 گران تر میخره، ما با 300 گوش میدیم، اونا با 4500 میفروشن، چون به ما مال نمیرسه، کلا میره به خارج. شما مال دیگه باز میخریم، باز زور میگیریم، میکشیم، حلال میکنیم، باز به فروش میرسونیم و اوتا سختر میشه. گنج زنده میخریم، میاریم، میکشیم، میفروشیم، خودم حلال میکنیم. خیلی خوب، از این قصه بکنیم که این گوشت به کجا توزیع میشه؟ شما فقط به میجی گوشت کیلویی میفروشیم یا شما آماده میکنیم و برای قصه بیا شهر هم توزیع میکنیم؟ قصابی های شهر هم اکثر رون همی پشت سر قصابی های شهر میبره از اینجا، ولی بیشترین مردم میخرن از اونجا، ترین منطقه همینجا هست. میشه نرخ ها رزومی اکثر بگیم که کلی چند گوشت ها؟ ما 300 میدیم، 300 درف هم میدیم. بس گوشت چی؟ گوساله رو میدیم. بله. باز بی استخوان میدیم، با 400 میدیم. گوسفند به چند میدیم؟ گوسفند از همین 300 شروع کنیم تا به 360 رفت. بله. بسیار. بزغالا 80 رفت. خیلی خوب. با کاروبار شما انشالله خیر و برکت باشه و انشالله من مطمئن هستم که انسانهای مؤمنیم و انصاف رعایت میکنم. موفق باشین. سلام. دعا بکنیم. بخیر باشه. زنده باشه. امین طرف کلن بینندگان گرامی قصابیه دیگه. ما هر چی بریم قصابیه. فراوان قصابیه در این ساحه و دکانهای بسیار زیادی هسته در این قسمت که قصابی ها فعالیت دارند، کشتارگاه های و همگی به نوی مصروف همون کار میکنن. اجی کاکا سلام. سلام علیکم. بخیرین. بفرمایم اینجا که تصویر شما را ما داشته باشیم، معرفی داشته باشیم. قسمی مسید کبیر. بسیار خوب. چی مصروفیت داریم؟ من بیکار و آزاد شغل آزاد. خیلی خوب. حتما آمدین گوشت بخریم. بله. چی رقم بازار؟ بازار گرونه. کیلو چنده؟ کیلو 370 میگم، 80 میگم بره. باز حالا 420 روپیه میگم. گوساله به 320 میگم. درسته. ما خب مسلمانیم و در دین ما خیلی جدی تاکید شده که باید انصاف در نظر بگیریم. چقدر انصاف در نظر میگیرم در هرات مردمانی که کسب و کارم در ماه روزه؟ میگم گوسفند گرونه، ما که میخریم گرونه. گاز رو رسونده بودم به 58 روپیه. یک کیلو گاز به 58 روپیه بود از اینکه ماه روزه شده بود. اصلا انصاف هیچ کس در نظر نگرفت. بله بچه بره. درست. خواسته شما چیه؟ بله بله. خواسته مهم اینه که اگر کمی کم مراعاتی باشه به مردم فقیر و در بدر بله یا فرد و گذاره بشه. تشکر از شما. ممنون شما. خب پیشتر میریم و با مصابی های دیگر رم میبینیم. باشه وارد از این مصابی بشیم. سلام خلیفه جان. مانده نباشین. رمضان مبارک. سلامت باشی شما. خوب هستین؟ الحمدلله. سلامت باشیم. نام شما چیه؟ اسم محمد امین. محمد امین. چند سال میشه قصابی میکنی؟ ما یک 10 سال میشه. 10 سال. از ایرات این دیگه شما؟ نه از میمن است. میمنه. فاریاب میشه دیگه میمن. مرکز فاریاب؟ نه از ولسوالی المان. المان. خیلی عالی. چگونه کاروبار آنه به خیر ما روزه شروع شد؟ خوبه، پس خود بد نیست. مقصد مال یه خورده گرانتر بشه در خوشسالیه دیگه. مالا لاغر خوشسالیه مردم. وقتی که خوشکسلی بشه مال گران میشه؟ مال گران میشه، مال چاق گران میشه، لاغر ارزون میشه، مال گوشتی گران میشه. خاطر خورده گرانی شده. گوشت گوسفند به چند میده؟
گوشت گوسفندم از 300 گرفته تا 420 بس. با چی تفاوت داره گوشت خالص و اینا داره دیگه؟ ها دیگه مغز میشینه هست، بره هست، بزغاله هست، فرق میکنه از هم دیگه فرق. خیلی خوب. از این هم میشه بگیم که گوشت که شما تولید میکنیم توزیع میشه به قصبی ها با داخل شهر یا نه؟ یکی همینجا میشه. خیلی ها میبرم اما اوتالا چیزا قصاب های شهرم از اینجا میبرم. به عنوان یک مرد مسلمان چقدر خوبه که ما انصاف رو در نظر بگیریم در ماه مبارک رمضان؟ انشالله هم با نظر انسانیت با انصاف با از شهر که دالان شکایت میشه از شهر که اینجا خیلی خوبه. یک کیلو گوشت 50 روپیه 100 روپیه فرقشه از شهر که اینجا فرقش هست. انشالله به خاطر اینکه تازه هم خواست تازه یعنی امروز ما کشته میشه و حلال میشه. حلال میشه و پاک اینجا شسته میشه با مردم تازه میشه انشالله. بسیار عالی. یک موضوع دیگه هم که خیلی مهمه، چقدر خوبه که همگی نظافت رعایت کنن. انشالله نظافت رعایته. چون ما بعضی دکانها سر زدیم واقعا همه چی دارم اینه گوشت من میزنم به یخچال مردم میای میپرشون دیگه هیچ انشالله از لحاظ نظافت هیچ چیزی ندارم. تشکر 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 از شما. خب میریم جلوتر و اگر بچه خورما رو اجازه بدن مرکمی اذیت میکنم. خب کلن این سایه بازار گنج و اون طرف که میریم خود گنجی که مواشی در اونجا به فروش میرسه انواع و اقسام گوسفند در واقع در ایام عید قربان در روزهای ماه مبارک رمضان مردم ایراد میان به این ساحه و گوسفند گاو هر چیزی که نیاز داشته باشن خریداری میکنن. سلام مونده نباش گپ با خاصه نمیزنیم اختلاط میکنیم. خوبه؟ سلامت باشی. اسم شما چیه؟ ناصر. ناصر جان بله. چند سال میشه قصبی داره؟ قصبی از لالا. از لالا یعنی؟ بله. لالا پس پیش اجازه است بشینم؟ اجازه میشه. آخه میگم همین قصابا خب مردم کاکی هم خیلی خوبیم لالا. شکر زنده باشه. سلام باشه. نام شما چیه؟ جلمت. جلمت جان. قصبی پاکه داره نام خدا. چقدر مهمه که قصابا و کسایی که کار کشتار میکنم نظافت رعایت کنن؟ نظافت جز ایمان است. پاکی به خود انسان مهم است. جامعه مهم است. پاکی خوب چیز است. بدون شک. ماه مبارک رمضان بخیر برسید و ما در ماه روزه قرار داریم. چگونه بازار رو تکانه بخورده کاروبار رو بیتر شده؟ خوب است که میشه گذاره میشه. مال خیلی گران است. مال میره ایران میره پاکستان این میره. باز اینجا گران میشه. بله یا پاکستان میره ایران میره. روز چند کیلو فروشات داریم؟ خوب است یک گوساله دو گوساله میبروشیم. ما گوساله میگوسفند نباشیم. هر گوساله. چند گوشت گوساله؟ سه. بله خیلی خوبه دیگه به شهر به 400 میده. بله 100 افغانی تفاوت 100 افغانی همون گوشت خالص و خوبه. گوشت خالص کم استخوان گوشت خوب دیگه گوساله. منطقه چگونه ای سایه خوب امنیتی و کار بود؟ خوب است بعد نیست میشه میگذره. افغانستان نزی بیشتر نمیشه. تلقوه نمیشه. تشکر ممنون شما. سلامت باشید. خوب گزارش خود خاتمه میدیم و گزارش ما بود از بازار گنج کهنه شالوافان یا گنج هرات که بیشتر قصابی های در سایه و گوشت کشتارگاه ها خدا کنه که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و این هم پست های گوسفندار میبینیم که رو از ایبار میکنن. ممنونم که ما رو همراهی کردین گزارش دیدین. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. وقت شما خوش. خدا میگه.